خب اجازه بدید اول گوش کنیم به دکتر سید حسین نصر، ببینیم نظر ایشون چیه. بیشتر توسط حسینی ارشاد بود. کسی به نام آقای همایون اومد این حسینیه رو درست کرد و 4 نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد. مرکب از مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و کسی به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سکته کرد، بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. شاه چراغی. ما 4 نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، تو دفترم یه بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماسا توسط حسینی ارشاد بود. 3 چیز مختلف باید صحبت کرده بشه. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرفدارانشون یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد. بسیار قوی از اون میکرد. به چه جهتی؟ به سازمان نبود، به احتمال خیلی قوی، به نحوه یا همکاری و عضویت داشت، در شک نبود. منتها اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه ده میگن نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فعلا. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داره بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم مونیسیپ بود، هیچ کار نمیکرد، حقوق خیلی خوب میگرفت. شریعتی؟ بله بله، از وزیر علوم حقوق میگرفت، همون وقتی که این حرفای تندو میزد. بعدم این راجع به این جلسه براتون بگم، من اصولا با اینو چپگرای دینی از اول فوق العاده بد بودم. بعد که یعنی من میگم اختلاط حق و باطل بدتر از خود باطله. منافق در قرآن به این معنیه که بعدن این اسم گذاشتن رو مجاهدین خلق. اصلا واژه منافق که اینقدر منفی در قرآن مال همین مورد. خب اون داستان معروف که جاهای دیگه هم بنده نقل کردم و ذکرم شده نوشته های دیگه، من و آقای مطهری اولا تعجب میکنیم چجوره که این کاشی‌های هرچی من دستور بدیم به حسین ارشاد ساخته بشه. البته آقای همایون ثروتی داشت، ولی شما نمیدونم رفته بودیم تو ایران، حالا هم چجوری در اومده. مثلا من مبل داخلش رو گفتم آقای چیز فرنگی سفارش ندین، که اون وقت هتل شاه عباس درست شده بود، ابراهیمی رو گرد شاگردان پیش من که خیلی با استعداد بود ابراهیمی، گفتم اون طراحی بکنه مبلای که فقط جنبه ایرانی داشت و اینجور چیزا. هر کاری با ما گفتیم میشد، یعنی نمیگفتن آقا ما متاسفانه بودجه بر این کار نداریم. هر این کاشی‌های به این زیبایی اینا حسین ارشاد داره صحبت می‌کنه. بله 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 بله. من مطهری در حیرت بودم که بعد معلوم شد پولا من قباشه سازمان امنیت میاد، پولای ساخت برای چیزا همش نه، ولی کمک میشد بدون شک. اگه معلوم شد یه شب عاشورا بود و من و مرحوم مطهری و یکیش به هم دکتر اسماعیل یزدی که برادر دکتر ابراهیم یزدی بود، که این رئیس دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه تهران بود، از وقتی که در بوستون درس خوند دوست خیلی نزدیک من بود، خیلی هم خانواده متدین بود. من اون وقت ابراهیم یزدی اصلا نمیشناختم، اسمش فقط شنیده بودم. اسماعیل یزدی و من دوست بود. ما ستایی ایشون اسماعیل یزدی بار اومد و با آقای مطهری رفتیم برای اینکه شب عاشورا رو اونجا مدار بگذارن. و در دیدیم رفتیم تو نشست، ما رو پر 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 و اون بالا شریعتی داره سخنرانی میکنه و این سخنرانی خیلی خیلی تند کرد در متن چگوارا.
و گفت حضرت امام حسین علیه السلام در واقع چه گوارای عصر خودشون بودن و چه گوارا امام حسین عصر یعنی چیزی گفت حالا دومیش من درست دارم و اولیش خودم. این که گفت آقای مطهری اینجوری کرد و من اصلا جا بلند شدم، گفت آقا جای من اینجا نیست. شون گفت منم همینطور. اومدیم بیرون و آقای همایون تو اتاق جلو نشسته بود دفتر و اینا، ما فورا این کاغذ یه دونه استفاده دادیم، دو تا اون با هم یه کاغذ امضا کردیم. هر سال میشون اصرار کرد گفتیم که نه اینجا جای ما نیست و اومدیم. مثلا رابطه من با آقای حسین ارشاد تموم شد، مال آقای مطهری هم همینجور. حالا داشته باشید، چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجع به شریعتی و حسین ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یک طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد و گفتش که اینا که آقا افراد بر میگردونه از کمونیسم و جوونا خیلی دنبالش هستن و اونا که من دنبال او دیگه کمونیست نیستن. من همه جو گفتم این خیلی خطرناکتر از کمونیست بودن و اینا مخالفت شدید کردن و گزارش شدیدی بر ضد من به شاه فرستاد. منم خودم رفتم دلایلم به شاه گفتم. شاه هم گفت حالا بری چیکنی، هر چی کار با کار شریعتی نداشته باشی. شریعتی میشناخت، اسمش شنیده بود. بله برای خودش اسمم میشناخت. بله نشه رشویچ منو ول کرد و دیگه رابطه هم به کلی چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود. دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، تودهی ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی را آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا میشد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودند، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره میکردن بعد از عصر ابریل هریمن و دموکراتا در ایران حکومت اسلامی می اومد، نه شاه می اومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن باید شما برید و از دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردن. همین خانم نانسی لیپتون بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود، با لورها، بختیاری‌ها، قشقایی‌ها بسیار خوب ارتباط برقرار می‌کرد و کارهای تحقیقی انجام می‌داد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان
اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات ها و سیاست مدارا یادآور شد، گفت شما نمیتوانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده. نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه. حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی، چون خانم لیپتن معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود. مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگه ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما خانم لیپتن نه تنها طراح این بازی بود، حتی مأمورش رو انتخاب کرد که این مأمور مهمترین شخص بود، شخصی به نام روبرت چارلز زینر یا زینر در مطبوعات ایران می نویسن. گفت این شخص بهتر از لارنس عربستانه، از بهترین شاگردان آقای کیپلینگ بود. آقای کیپلینگ سر جاسوس معروف انگلیسی بود که لارنس رو فرستاده بود عربستان، خانم گرترود بل رو فرستاده بود که روی شنها نقشه عراق جدید رو کشید. ایشون کسی بودن که با نوشتن کتاب کیم به شاگرداشون یاد میدادن چگونه کودتا کنن و با گونگادین، کتابی که در واقع نوشتن بعد فیلم شد، آقای گاری گرانت هم بازی کرد، آینده امپراتوری انگلیس رو در ارتباط با هند و منطقه رو مشخص میکرد. گونگادین چیست؟ یعنی گماشته، یعنی پیشخدمت آبدارچی. به نظر آقای کیپلینگ گونگادین برای امپراتوری انگلیس لازمه، خدمت میکنه به امپراتوری انگلیس. ولی جالب چیه؟ کودتای 28 مرداد شد، امپراتوری انگلیس در واقع بزرگترین ستون خودش رو از دست داد، بریتیش پترولیوم، در واقع باید گفت سقوط کرد. ولی انگلیسی‌ها منتظر بودن. بریتیش پترولیوم به سهامش دست دولت انگلیس بود، دست امپراتوری بود و شما این رو ازش گرفته بودید. مگر انگلیس ابله بود بره بشینه؟ همون آقای زینر و دیگران وارد کارزار شدن. اجازه بدید از جمعه های سیاه عبور میکنیم و بعد نگاهی میکنیم چگونه این به اصطلاح انقلاب هیچ رو تحمیل کردن، به خاطر اینکه بایستی این فرهنگ زشت مرگ و شهادت میامد. Yes.